هموطنان، زنان آزاد ایران، کانونهای شورشی و جوانان شورشگر ایران زمین، قهرمانانی که لرزه سرنگونی رو به جان تمامیت رژیم انداختید، دختران عزیزم در سراسر میهن که با قهرمانی های خود خواب رو از چشم دشمن رو بوده اید، خون بیش از 600 شهید قیام آفرین که به ضرب گلوله های پاسداران ولایت خامنه‌ای به خاک افتادند و شورشی که در 187 شهر میهن گسترش یافت، همه ما رو به استمرار قیام برای برچیدن بساط استبداد دینی فرا می‌خواند. دلیری و تهاجم زنان و مردان و جوانان و خونها و فداکاری‌های شما شهرهای غم‌زده رو گلگون کرده. در سرزمین سرکوب شده شهرهای شورشی برپا شده و حاشیه نشین‌ها متن انقلاب و شورش شدند. خوشا شهرهای شورشی ما که برای رهایی از اشغال آخوندها از هم پیشی می‌گیرند. از شیراز و صدرا تا شهریار و اسلام شهر و سیرجان، اصفهان و کرج و فردیس و مریوان و سنندج و جوانرود و بهبهان و ماهشهر و بوشهر و کرمانشاه و سایر شهرهای قیام آفرین. آری، شهرها یک به یک قیام می کنند و زنان در نقش پیشتازی و پشتیبانی فعالانه حاضرند. گفته بودیم که زنان نیروی تغییرند و ولایت فقیه و ارتجاع آخوندی را شکست می دهند. حالا به صحنه های قیام نگاه کنید. ببینید چگونه خواهران قهرمان ما مردم رو به اعتراض و شورش فرا می خوانند و یگانهای قیام کننده رو هدایت می کنند. وزیر کشور رژیم آخوندی گفته داخل خیابان از دو سه ساعت بعد از غروب ما مواجه شدیم با برخی از نیروها در این صحنه ها که در عملیات و در اقدام هسته های 4 یا 5 نفره یا 6 نفره بودند که معمولاً یک خانم هم همراه اینها بود که هم تهیج می کردند و هم دعوت به اعتراض می کردند. و باز کارشناسان رژیم میگن در نقاط متعدد به ویژه حومه تهران زنان ظاهراً 30 تا 35 سال نقش ویژه‌ای در لیدری اختشاشات به عهده دارند. میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات اخیر چشمگیر به نظر می رسد. بله، حقیقتاً چشمگیر است. زنان به پا خواسته ایران برای واژگونی رژیم ولایت فقیه به میدان آمده اند. آخوندها خود را در یک قدمی سرنگونی دیدند و می‌خواهند با جنایت هرچه بیشتر از آن فرار کنند. با شلیک به سر و قلب جوانان، با تبر زدن به مجروحان در کف خیابان‌ها، با تیراندازی به مردم از بالای ساختمان‌های حکومتی و کشتار نوجوانان 13-14 ساله و همچنین با دستگیری‌های انبوه که روزانه ادامه دارد. شمار دستگیر شدگان آنقدر زیاد است که اعضای مجلس ارتجاع به دستگیری 7 تا 8 هزار نفر اعتراف کردند. اما شمار واقعی از 12 هزار نفر هم فراتر است. اونقدر که در اولین روزهای قیام برخی از مدارس رو به زندان تبدیل کردند. همزمان اسامی بیشتری از شهیدان مشخص میشه. پاسداران با ربودن زخمی ها از روی تخت بیمارستان ها از درمان مجروحان شدید جلوگیری کردند و رژیم با ربودن پیکرهای شهیدان از سردخونه ها کثرت خونه های به ناحق ریخته رو پنهان می کنه. با وجود این همه بیرحمی و صفاکی، خامنه‌ای همچنان در کابوس سرنگونیه. اون به خوبی می دونه که آتش خشم و سیانی که در این قیام در سراسر ایران بالا گرفته
به طرف بیت خود اون در حرکته. بنابراین پرده پوشی رو کنار گذاشته و به صورت علنی عملیات کشدار رو فرماندهی میکنه. آخوند روحانی رئیس جمهور ولایت فقیه هم که به قول مقامات رژیم امنیتی ترین دولت 40 سال گذشته رو تشکیل داده، کارش پشتیبانی و مجیزگویی برای پاسداران و بسیجیان و قاتلان جوانان و نوجوانان ایرانه و میگه در برابر تلاش های اونها، البته بدخوند، کشتار مردم سرفرود میارم. بله، قیامی که به اعتراف سپاه پاسداران در صدها شهر ایران گسترش یافت، هر قدر سرکوبش کنند، هر قدر دلیران و شورشگران اون رو به خاک و خون بکشند، دیگر مهار کردنی نیست. قیام های دی 96 و تیر و مرداد 97 هم توسط خامنه‌ای سرکوب شد، اما از اون قیام فروزان آبان 98 برخاست، با این تفاوت که نقش پیشتاز زنان و جوانان شورشی و به سطوح آمده از ستم 40 ساله آخوندهای تبهکار و خونهای صدها شهید، عزم قیام و شورش در جامعه ایران رو صد چندان کرده. چنانکه مسعود گفت، مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافتند. به این دلیل که خامنه‌ای در دستورات ششگانه خودش به مزدوران بسیجی از اونها خواسته در همه محله ها آماده شده و از دشمن یک قدم جلو باشند. بله، این مقابله با نبرد سرنگونی است که خامنه‌ای به روشنی می‌بینه مردم ایران به اون رو آوردند. قیام ایران خاموش کردنی نیست. نبرد مردم ایران و کانون‌های شورشی و ارتش بزرگ آزادی تا پایان دادن به کار استبداد دینی به پیش می رود. و از همه شما خواهران و دخترانم در سراسر ایران می خواهم که 1. در پیشتازی و فرماندهی یگانهای شورشی عزم خود را سچندان کنید. هر قدر که نقش خود را در فرماندهی ارتقا دهید، قیام ها دوام و قدرت بیشتری پیدا می کند. 2. روحیه تهاجم و تحور را دامن بزنید. این همان ویژگی برجسته جوانان در این خیزش های ستایش انگیز است. این شجاعت ها، این دلاوری ها، این خشم خروشان که نسل جوان ما از خود نشان می دهد، جنایتکاران بسیجی و پاسدار رو در هر کجا وادار به فرار می کند. 3. به مجروحان قیام، به خصوص به جوانانی که به دلایل امنیتی امکان مراجعه به بیمارستان‌ها را ندارند، کمک کنید و شرایط درمان آنها را فراهم کنید. 4. مادران و پدران شهیدان و خانواده‌های دستگیر شدگان را یاری و حمایت کنید. 5. عموم هموطنان را به مشارکت فعال در بزرگداشت شهیدان و اعتراض به اسارت و شکنجه قیام آفرینان برانگیزید. درود بر همه شما. سلام بر شهیدان، سلام بر زنان آزاده و شورشگران برای آزادی، سلام بر قیام ایران برای سرنگونی.